سال پس از فروغ جاویدان، لرزه پایان ناپذیر سرنگونی بر ارکان ولایت و بر سرکردگان رژیم. 278 خبر و گزارش در رسانه‌های رژیم آخوندی در سالگرد فروغ جاویدان ضمن 10 روز از اول تا 11 مرداد 93 با بیش از 2 برابر افزایش به نسبت سال 92. شش سال پس از عملیات کبیر فروغ جاویدان، رژیم آخوندی امسال در سالگرد این عملیات بار دیگر با 278 خبر و گزارش در رسانه‌هایش لرزه پایان ناپذیر سرنگونی در ارکان و سرکردگان رژیم را به نمایش گذاشت. آنچه در این گزارش می‌بینید خلاصه و نمونه‌هایی از گزارش‌ها و واکنش‌های رژیم در این زمینه است. حکومت آخوندی اذعان می کند که امسال به طور گسترده و فوق‌العاده به برگزاری همایش‌ها، نمایش‌ها، بزرگداشت‌ها، جشنواره‌ها، ساختن ماکت‌های منطقه عملیات، تهیه فیلم و نرم‌افزار و انتشار کتاب‌ها، راه‌اندازی مسابقات هنری و ورزشی، تهیه تمثال، نامگذاری میادین و بزرگراه‌ها، نامگذاری یک روز به نام روز ملی کرمانشاه، انتشار صدها خبر و مقاله و مطلب و شعر، بسیج ادارات و دستگاه‌های دولتی و تریبون نمایشات جمعه و مساجد محلات و شهرها پرداخت است. پخش برنامه‌های متنوع و فیلم‌های سینمایی از شبکه‌های مختلف تلویزیون آخوندی، تهیه برنامه‌های تلویزیونی و فیلم‌های مستند علیه سازمان مجاهدین خلق ایران و رهبری مقاومت با صرف هزینه‌های کلان، بخش دیگری از اقدامات اعلام شده رژیم در این زمینه است که کماکان ادامه دارد. سرهمبندی کردن 200 خبر و گزارش، ارائه 30 فیلم و مستند، تبلیغ و انتشار 7 کتاب، 2 فقره نرم‌افزار و 1 سایت جدید در این شمار است. سرهنگ مرادعلی محمدی، مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان کرمانشاه، برنامه‌های متنوع بزرگداشت سال روز مرصاد در استان کرمانشاه را تشریح و تصریح کرد. انتقال ارزش‌های این حماسه ماندگار به نسل‌های سوم و چهارم انقلاب اسلامی وظیفه خطیر ادارات و دستگاه‌های فرهنگی است. محمدی گفت چاپ تمثال شهدای این عملیات و نصب آن در سطح شهر از برنامه‌های پیشنهاد شده به بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمانشاه به شمار می‌رود. خبرگزاری سپاه پاسداران، 29 تیر 93. معاون فرهنگی اجتماعی سپاه حضرت نبی اکرم استان کرمانشاه بهرام میرزایی برگزاری مراسم بزرگداشت حماسه مرصاد در سطح استان
انجام تبلیغات محیطی و دعوت از ادارات و سازمان‌ها برای شرکت در مراسم گرامی داشت روز مرصاد را از برنامه‌های در نظر گرفته شده اعلام کرد. برگزاری جشن بزرگداشت حماسه مرصاد در سطح شهر کرمانشاه و برنامه ریزی برای نامگذاری یکی از میادین و بزرگراه‌ها به نام مرصاد از جمله برنامه‌های این روز محسوب می‌شود. وی تهیه و توزیع بسته‌های فرهنگی، برگزاری مسابقات ورزشی در سطوح مختلف سنی و نامگذاری مسابقات ورزشی به نام این عملیات را از برنامه‌های دیگر عنوان کرد. تهیه ماکت عملیات و نصب 4 فروند هلیکوپتر در محل یادمان هزینه خواهد شد. کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان کرمانشاه نیز به مناسبت سالروز عملیات مرصاد ویژه برنامه‌های مختلفی را اجرا می‌کنند. تهیه و توزیع سی‌دی مستند با موضوع معرفی چهره‌های منافقان از دیگر برنامه‌های کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان کرمانشاه در سالروز عملیات مرصاد است. خبرگزاری سپاه پاسداران، 5 مرداد 93. همزمان با سالگرد شکست منافقان در عملیات مرصاد، با پخش 32 فیلم سینمایی و تلویزیونی از شبکه‌های مختلف برگزار می‌شود. به مناسبت فرارسیدن عملیات مرصاد، از 12 کتاب از مجموعه روایت انصار که درباره نقش رزمندگان همدانی در عملیات مرصاد است با عنوان قراویز تا مرصاد رونمایی می شود. در قالب 8 فصل و حدود 650 صفحه آمده است. خبرگزاری سپاه قدس، 2 مرداد 93. مرکز اسناد انقلاب اسلامی همزمان با سالروز عملیات مرصاد 3 عنوان از تازه ترین آثارش را در مورد مجاهدین معرفی کرد. کتاب عملیات مرصاد و سرنوشت منافقین تألیف محمد علی صدر شیرازی نخستین عنوان از این مجموعه کتاب هاست، در شمارگان 1500 نسخه و 428 صفحه و به قیمت 135 هزار ریال در سال 92 روانه بازار نشر شده است. این ناشر به تازگی کتاب دیگری را نیز با عنوان از مجاهدین تا منافقین به قلم مهدی حقبین منتشر کرده است. این کتاب در 568 صفحه و با قیمت 18 هزار تومان منتشر شده است و در 27 نمایشگاه کتاب رونمایی شده است. مرکز اسناد انقلاب اسلامی همچنین به تازگی کتابی را نیز با عنوان خداوند اشرف از ظهور تا سقوط منتشر کرده است که به قلم سید حجت سید اسماعیلی است. این کتاب در 936 صفحه با قیمت 30500 تومان منتشر شده است. چهارمین شماره از نشریه رمز عبور با عنوان اصلی محرمانه‌های 598 منتشر شد. رمز عبور این ماه همچنین ناگفته‌های از مجاهدین و روایتی تازه از عملیات مرصاد را با عنوان نابودی در 4 زبر در قالب یک کتاب ضمیمه منتشر کرده است. خبرگزاری سپاه قدس، 4 مرداد 93. نقش تیپ قائم استان سمنان در نبرد و مبارزه با مجاهدین در روزهای پایانی 8 سال دفاع مقدس آنقدر با اهمیت است که حالا کتاب توصیفی و تحقیقی نقش تیپ قائم در عملیات مرصاد در دست تدوین است. خبرگزاری ایرنا، 5 مرداد 93. همزمان با فرارسیدن عید سعید فطر و در سالروز عملیات مرصاد، سایت یا شهید به همت خادمان شهید در گلزار شهدای بهشت زهرا افتتاح شد. خبرگزاری سپاه قدس،
6 مرداد 93. توزیع اسنادی از کارشکنی‌های مجاهدین در کشورهای عربی، ترجمه کتاب انتفاضه شعبانیه به زبان عربی و توزیع آن در کشورهای عربی منطقه. این کتاب دروغ پردازی در مورد نقش سازمان در عراق است. سپاه قدس، 11 تیر 93. تبلیغ مجدد کتاب سازمان مجاهدین خلق پیدایی تا فرجام پس از 9 سال که از انتشار آن می‌گذرد. سایت وزارت اطلاعات هابیلیان ضمن تبلیغان نوشته است این کتاب به صورت کتاب دیجیتالی در اختیار علاقمندان قرار می‌گیرد. سایت وزارت اطلاعات هابیلیان 31 تیر 93. جامع‌ترین ویژه‌نامه الکترونیکی عملیات مرصاد به روز رسانی شد. از دیگر بخش‌های این ویژه‌نامه مقالات درباره عملیات مرصاد به 3 زبان فارسی، انگلیسی و عربی، گفتگو با کارشناسان و صاحب نظران، کتابشناسی عملیات مرصاد و گالری عکس و فیلم این عملیات می باشد. سایت وزارت اطلاعات هابیلیان 4 مرداد 93. نرم افزار چند رسانه‌ای مرصاد کمینگاه خداوند توسط سایت وزارت اطلاعات هابیلیان منتشر شد. 99 مقاله، 27 مصاحبه، روایت 26 عضو جدا شده از مجاهدین، بازتاب در روزنامه‌های اطلاعات، جمهوری اسلامی، کیهان و همشهری، اعتراف دستگیر شدگان، معرفی 37 کتاب و 70 خاطره و انتشار 80 قطعه عکس و سند و 10 ساعت فیلم و صوت از عملیات مرصاد در این اثر چند رسانه‌ای گردآوری و عرضه شده است. سایت وزارت اطلاعات هابیلیان 5 مرداد 93. عملیات مرصاد در حالی آغاز شد که ما قطعنامه 598 رو با توجه شرایطی که پیش اومده بود پذیرفته بودیم، یعنی در دقیقاً 27 تیر ماه 1367 با کارشناسای نظامی و اقتصادی همه کشور به این نتیجه رسیدن که قطعنامه پذیرفته بشه. امام هم تایید کردن پذیرش قطعنامه رو. در اصل منافقین هم یه عملیات چند ماه قبلش تو مهران انجام داده بودن و اونجا این شعار داده بودن که امروز مهران، فردا تهران، یعنی این شعار داده بودن. خیلی احساس غرور میکردن و در نهایت به اینجا رسید که اینا برنامه ریزی هم داشتن که اول مهر سال 67 یه همچین عملیاتی رو بخوان انجام بدن. اگر خدا نخواسته ما در عملیات مرصاد موفق نمیشدیم، معنیش این بود که تمام نتیجه 8 سال دفاع مقدس رو از دست میدادیم. ما آمدم با آقای مومیون پشت فرمان بود، چند تا قبضه هم اصلا پشت تیر بود که آمدم همینجا دیدم رسیدم پای تانک. به تصوری که ما هنوز اینطوری که اینا عراقی هم وقتی سر بلند کردم دیدم نه، تانک جلو که وایساده، یه طرفش پرچم ایران با آرم شیر خورشید، طرف دیگه هم مال سازمان منافقین بود. سربازی یه تقریبا جوان 18-20 ساله وایساده بود، ما را آورد پایین. منو آقای مومیوند گفت از کجا میایین؟ گفتم شهر. گفتی اومدی؟ گفتیم اومدیم اینجا. گفت چی کاره؟ گفتیم کارمندی. گفت ریشا چیه؟ البته اصلا جسم گرفته رو سینمانا، یعنی گرفته بود. بعد خوب بود ماشین تماشا نکرد چون ماشین توش در 20 قضیه اصلا کلاش رو اینا هم بود. تیشتم گفتم که برای ریشه، مگر ریش ممنوعه؟ خاص خدا کمک کرد از ما چیزی نبود. گفت بریم بخواب. البته نشناختم. گفت بریم بخواب این کنار جاده. هر کسی میدیدم میخواب این کنار جاده.
نهایتاً یه آتش سوزی بسیار عظیمی اینجا ایجاد شد که اصلاً میخوام بگم در طول جنگ فقط من یک نقطه به اصطلاح دیده بودم، اونم کربلا 5 بود که انقدر اونجا آتش روشن شده بود که اینجا هم باید بگیم که همون شباهت رو داشت. با توجه به محدودیت زمانی که داشت، سرنوشت نظام داره در وضعیت خطرناکی قرار میگیره، در یک چنین وضعیتی طوری بود که تقریبا کار ما و عملیات ما خانه به خانه انجام میگرفت، کوچه به کوچه ما پیشروی میکردیم. سازماندهی کرده بودن در قالب 5 تا لشکر که لشکر پنجمشون لشکری بود به نام لشکر سیمرغ. سازماندهی اینا هم از لوجستیک و پشتیبانی و تدارکاتی کاملا از تهران تا بغداد بود. اتفاق بعدی که افتاد بچه لشکر بد بودن، اولین درگیری جدی با اینا بچه لشکر بد بودن، داشتن نیروی بردن جنوب تو دشت حسن آباد بینا برخورد کردن. منافقین که اینجا رسیدن تو دهنه تنگ مرساد با بچه های بد درگیر شدن، بعد در حد یه رو 20 دقیقه درگیری شد، چون هوام تاریک بود اینا متوقف شدن، یه مدار عقب نشینی کردن. شهدای بزرگواری مثل شهید سردار بزرگ شهید شوشتری که فرمانده قرارگاه نجف بود و من خاطره از ایشان بگم، فرمودن که موقعی که من تو گردنه مرصاد بودم، سید احمد آقا از قول امام یک دستوری به من داد، گفت که آیه شوشتری، شما که تو قرارگاه نجف هستید تو منطقه غرب، بودن و نبودن شما یعنی مجموعه سپاه پاسداران دشمن رو باید دفع بکنید. نبردی که در واقع ما داشتیم با منافقین روی ارتفاع، یک نبرد شاید بگم تن به تن، یعنی به فاصله 10-20 متری بود، یعنی به حدی به هم نزدیک بودیم که دیگه از سلاح‌های به قول معروف سبک همش استفاده می‌کردیم. من و سردار نوحی پیاده راه افتادیم به طرف اسلام آباد، هیچ ماشینی هم به اون طرف نمی‌رفت. ما به یک باره دیدیم که یک ماشینی از خودی‌ها میاد، ماشین جیپ ارتش بود، دست نگه داشتیم که ما رو برسونید. یک دفعه ما دیدیم این ماشین جیپ و یک سلاحی تیراندازی شد به طرفش، ماشین جیپ تیر خورد و از بالای جاده افتاد پایین جاده، اونجا جاده بلندتر از زمین های اطرافه. ما ندونستیم این از کجاست، رفتیم جلوتر. حالا نگو اینه که دارم میان منافقین هن. در این عملیات به قول خودشون تمام سازمان رو به میدان میارن، تقسیم بندی میکنن که خیلی خوب میخوان بریم داخل ایران هر کسی چه کار بکنه. در این تقسیم بندی که اسنادش دست ما افتاده به صراحت دست خطاشون هست، مثلا میگن که از قرارگاه خانقین اشرف کی حرکت کنیم، از مرز کی بگذریم، به قصر شیرین کی برسیم، کی سر پل ذهاب رو ازش رد بشیم، کی به اسلام آباد، به باختران، به همدان، به قزوین و سپس به تهران. آغاز یک عملیات تحت عنوان فروغ جاویدان علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی بودند و عملیات رو در سوم مرداد ماه سال 67 از منطقه خسروی به سمت قصر شیرین، سپس سرپل زهاب و بعد اون کرند غرب و در نهایت اسلام آباد غرب آغاز کردند. گردنه حضرت پشت سراب کرم به اونجا عقب نشینی کردیم، اونجا یک خط پدافندی تشکیل دادیم. اونها در عرض یک ساعت، شاید تا ساعت 4 بعد از ظهر، 4 و نیم بعد از ظهر، هر دو شهر سقوط کرد. در حین حرکت هم چند تا بلنگو پشت تو ستون اینا بود که مرتب شعار میداد و صحبت میکردن که ملت به ما بپیوندید، ما برای آزادی شما آمدیم و میخوایم شما را آزاد کنیم. و تمام شب تا صبح بیدار بودیم. بعد آوردن ماشین ها مجددا 10 تومه را آوردن، گفتن سریع سوار بشید. ما را کنار کشیدن، گفتیم چه خبر آقای مرادی؟
ما با چند از فرمانده بردان و اینا صدا گفتن شهر اسلام‌آباد دیشب سقوط کرده. تقریبا ساعت 6:30 بعد از ظهر روز سوم اینها شهر کرنغر من به اصطلاح گرفتن و به تصویر خودشان در آوردن. نهایتا منافقین از کرن میگذرن و به طرف اسلام‌آباد غرب. همین میدان امام که وسط شهر هست و ورودی شهر کرن به طرف اسلام آباد، یه مرتبه مردم میبینن ماشین هایی که بر بالای اینها نیروهایی هستن که تقریبا همه ایرانی هستن، چون ایرانی هم صحبت میکردن، خب منافقین خب عراقی نبودن، ایرانی بودن. ما از فاصله تقریبا چیزی 1500 متر 2000 متری میدیدیم اینها رو تو خیابان و بالای ساختمان ها برای خودشان اینها گرفته بودن. گفتیم حالا چطور وارد بشیم؟ این جاده تخت و کفی چیزی نزدیک 2 کیلومتر یه دونه درخت هم نیست، روی جاده آسفالت ما میخواییم بریم تو شهر. خب اینا هم که روبروی ما 2000 متری تانک و تیربار و همه چیزم جاده رو کاملا رو به جاده مستقیم، ما چطوری میتونیم با اینا درگیر بشیم؟ گفتن خب ما حالا نشستن فرمانده ها دیگه فرمانده تیپ آمدن برنامه‌ریزی کردن، گفتن چند تا مینی کاتوشی ها آوردن، گفتن با خمپاره ما این ماشین های تانک و نفر براشون که وسط جاده توی شهر هستن جلو بروی ما و روی ساختمان ها رو ما شروع میکنیم به آتش زدن میزنیم اینها رو. من با امیر حسنی صدیم فرمانده نظامی که تماس گرفتم گفتم خیالتون راحت باشه اینجا دو گردان از سپاه داره. گفت نه اون سپاهی ها اونا سپاهی نیست، ما هیچ نیرویی در اونجا نداریم. گفتم پس کی اینا؟ گفت یه دفعه بره شناسایی کنید. دفعه بعد که هلیکوپتر دو فروند هلیکوپتر فرستادیم رفت شناسایی کنه که تیراندازی کردن به سمتشون، تیراندازی کردن متأسفانه مورد اصابت واقع شد که دیگه خلبانا فهمیدن که اونا نیروهای دشمنه که برخورد کردن. نیروهای زرهی زیادی داشتن، پرقدرت وارد شدن در اینجا. هوانیروز قهرمان نقش خودشو ایفا کرد و با استفاده از عوارض زمین و تنگاهای حسن آباد و چارزبر از اطراف ارتفاع شروع کرد به اینها حمله ور شد و شکار تانک آغاز کرد و ستون عظیم تانکای اینها که با سرعت زیادی حمله ور می شدن و می جنگیدن. البته عملیات اینها در دو بعد سیاسی و نظامی میشه راجبش بحث کرد، چون سوای بیشتر عملیات ها جز مهمترین عملیات ها محسوب میشه به خاطر که اینا اهداف دیگه بجز جنگیدن داشتن و اونم به اصطلاح شکست اسلام و میهن اسلامی بود و میخواستن استانهای کرمانشاه، همدان و را تسخیر کنن، سپس به قزوین و تهران بیان و جمهوری اسلامی با قول خودشون شکست بدن. امیر سرلشکر سیاد شیرازی که اومد فرماندهی به دست گرفت، شنوک ها اومدن تعداد زیادی از نیروها رو جابجا کردیم، متجاوز 400 راید پرواز کردیم، در حدود 500 ساعت پرواز ما کردیم. در عملیاتی که مرساد که در منطقه غرب این عملیات رخ داد، هوا نیروز اصلی جمهوری اسلامی ایران با استفاده از بارگردهای کبرا و همچنین بارگردهای شلوک و بارگردهای 214 در این عملیات به صورت مستمر شرکت فعال داشت و در همین زمینه هم سفروند از بارگردهای مورد اصابت دشمن قرار گرفت که متاسفانه یکی از بهترین خلبانان هوا نیروز شهید فرزانان در عملیات مرساد و درجه رفیع شهادت نال. نیروهای رزمنده تازه نفس رسیدن، تعداد زیادی از اونها به ناگاه اسیر شد، تعدادی هم با توجه به هماهنگی که بین خودشون داشتن و ازشون اسیر گرفته شد خودشون عنوان کردن، به هیچ وجه سعی نمی کردن اسیر بشن. اینها در جیبهاشون یه سری قرصای سیانور بود که این قبل از اسارت اینها را می خوردن و در عرض چند ثانیه اینها از بین می بردن. در همین راستا هوا نیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران تونست با شرکت 56 فروند بالیگرد و بیش از 400 ساعت پرواز عملیاتی کلیه نیروهای نفاق را در تنگه مرساد یا چهار تنگه چهارزبر تارمار کنه. در همین راستا هم هوا نیروز
از سایر پایگاه‌های دیگر هم استفاده کرد که ما در این عملیات مرساد علاوه بر اینکه پایگاه هوانیروز یک پایگاه مادر بود و این عملیات را پوشش میداد، از پایگاه هوانیروز پشتیبانی عمومی اصفهان هم استفاده شد و تعدادی بالگرد هم از پایگاه هوانیروز کرمان به پایگاه هوانیروز کرمانشاه اعزام شدند. بیش از 30 فروند بالگرد هوانیروز از کرمانشاه به منطقه مرساد اعزام شد. حدود 708 ساعت پرواز طبق آمارها در 728 سورتی پرواز منطقه مرساد رو زیر آتش سنگین خود گرفتند. عملیات مرساد رو میتونیم فتح نهایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرارداد کنیم، اون هم به خاطر اینکه بعد از پذیرش قطعنامه 598 از سوی جمهوری اسلامی ایران، نیروهای دشمن از این فرصت استفاده کردند و با هجوم گسترده جهت گرفتن اسرای بیشتر، به خاطر اینکه در طول 8 سال دفاع مقدس خود نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از اسرای زیادی از عراقی گرفته بودند. به همین راستا اینا این حملات رو شروع کردند و منافقین هم که از بدو شروع انقلاب اعمال خیانتکاری خودشون رو طی می‌کردند و پناهنده شده بودن به رژیم بعثی، از این فرصت استفاده کردند و به جمع‌آوری نیروهای خودشون در اکثر کشورها در قالب 50 تیپ که هر تیپشون حدوداً نزدیک 250 نفر بود، اینا به صورت گسترده و با تجهیزات مدرن به روز. رجوی به نیروهایش القا کرده بود که در ایران کسی حاضر به جنگیدن نیست و با ورود شما مردم گروه گروه به ارتش آزادی بخش ملحق خواهند شد. بعد از اینکه این توجیه انجام شد، ما یک هفته تمام وارد آماده سازی عملیات شدیم. از تجهیز سلاح‌ها، آماده سازی سلاح‌ها، به نیروهای خارج کشوریش مسئول خارجی دستور آماده باش داده بود که شما بتونین هر تعداد نیرویی که میتونین رو بفرستین برای عملیات. سازمان برای اجرای تصمیمات خود اعضا و طرفدارانش را از کشورهای مختلف فراخواند. کانادا، نروژ، سوئد، انگلیس، آلمان، تمام کشور اروپایی می آمدند، به خصوص آلمان و انگلیس. سوم مرداد سال 1367 گروهک منافقین با آغاز عملیات فروغ جاویدان مدعی می شوند در مدت 3 روز تهران را فتح می کنند. منافقین در صدد بودند تا با این عملیات با تصرف شهرهای اسلام آباد، کرمانشاه، همدان، قزوین و تهران جمهوری اسلامی را ساقط کنند. حمله کردند، آمدند، مردم اسلام آباد، مردم کرند با توجه به خیانت هایی که ارتش عراق در ابتدای جنگ داشت، فرضشون این بود که عراقی ها حمله کردند، لذا مردم سراسیمه از شهرها بیرون اومدن به طرف کرمانشاه. حضور مردم در میان جاده ها شرایطی رو به وجود آورد که به لطف خدا ترافیک خوبی انجام شد. تنها قدرت و تنها نیرویی که میتوانست این حرکت رو ادامه ده نیروی بود که در مدت طولانی در طول دوره جنگ در اختیارشون بودن و اون نیروی منافقین بود. رادیو منافقین با ارسال پیام‌هایی از مردم کرمانشاه می‌خواست که زمینه را برای ورود ارتش به اصطلاح آزادی بخش مهیا سازند و آماده جذب در تیپ و لشکرها باشند. اینجا گردنه چهار زبر یا تنگه مرساد در 35 کیلومتری کرمانشاه است. در مرداد ماه 1367 نیروهای سازمان منافقین با استفاده از فضای به وجود آمده در روزهای پایانی جنگ خود را به این نقطه می رسانند. اینا اومده بودن زمان بندی کرده بودن، یه طرح منظری کشیده بودن از سر پل ذهاب تا کرند و گفته بودن نیم ساعت،
چون 30 کیلومتره، از کرن تا اسلام آباد نیم ساعت. اون موقع جاده‌ها دو طرفه بود، عیناً الان یه طرفه نبود که یه طرف بره یه طرف بیاد با هم کار نداشته باشن. اون موقع لذا سبقت گرفتن خیلی سخت بود، خطر خیلی بود. اینا که از کنار مقر تاکتیک ما رد شدن، یه RPG زدن به سمت آمبولانس ما که یه مدار خاکی، این RPG خود بین من و شهید خالصی که یه مدار خاک ریخت رو چشم ما و سر ما که من فکر میکردم به ایشون خورده، ایشون فکر میکرد من خورده. اگر وارد هر شهر، وارد هر جاده بشن با استقبال زیادی از مردم مواجه میشن. آنها پیش از آن که به کمینگاه برسند، از قصر شیرین، سرپل ذهاب، کرند غرب و اسلام آباد غرب عبور کرده بودند. اینجا دقیقا اون تنگه چهارزبر و همون مرساد. اون وقت اینجا الان تابلوشو بگیری 10 کیلومتر اونا به اسلام آباد، 5 کیلومتر پایین تر دیگه تا سراهی حساب بکنی همه درگیری بود. تعداد نیروهاشون از اون مسیر تلاش میکردن که ارتفاع رو دور بزنن و تعداد مدنی بر ارتفاع رو دور بزنن که بتونن گردنه رو آزاد کنن و بتونن عبور بکنن. منافقین عوامل خودشان از کشورهای مختلف را فراخوانی کردند و با تعداد تا با تعداد زیادتری به تهران برسند. می‌خواستند بعد از اشغال شهر سرپل ذهاب 8 ساعته خود را به تهران برسانند. مرداد سال 67 مجاهدین وقت را مغتنم شمرده بودند تا به اصطلاح خودشان ارتش آزادی بخش را جایگزین دولت جمهوری اسلامی کنند. رادیو سراسری نیز در بین خبرها گفت تعدادی از نمایندگان مجلس به جبهه رفتند و دوباره اطلاعیه داد که رئیس جمهور نیز به جبهه می رود. مجاهدین تا تنگه چهارزبر بین اسلام آباد و کرمانشاه پیشروی کرده بودند و آنجا را اشغال کرده بودند. هدف عملیاتی مجاهدین از حرکت سریع با تانک‌های برزیلی دجله دارای چرخ‌های لاستیکی و سرعتی معادل 120 کیلومتر در ساعت انجام می‌شد، تسخیر چندین شهر و در نهایت رسیدن به تهران بود. تجهیزات و نیروهایشان ویژه جنگ شهری طراحی شده بود. خبرگزاری سپاه پاسداران 4 مرداد 93. هدف مجاهدین از حمله در عمق خاک ایران با چندین تانک برزیلی دجله، تسخیر چندین شهر و در آخر رسیدن به تهران و به دست گرفتن قدرت بود. خبرگزاری قرآن 5 مرداد 93. در رابطه با عملیات مرساد باید گفت که این عملیات تفاوت زیادی با دیگر عملیات‌ها داشت. یکی از این تفاوت‌ها این بود که هدف آن براندازی نظام بود. عملیات‌های دیگر همچون عملیات مجاهدین در فکه و مهران همگی اهداف محدودی داشتند. عملیات‌هایی که انجام می‌گرفت در جهت اهداف نظامی خاص بود، اما عملیات مرساد را دشمن با هدف براندازی نظام طراحی کرده بود. خبرگزاری فارس 5 مرداد 93. مسئله مهم و تفاوت دیگر این بود که اگر دشمن مجاهدین به کرمانشاه می رسید، به نوعی سه استان ما به اشغال دشمن در می آمد، یعنی که با تصرف کرمانشاه استان ایلام و کردستان هم به تصرف در می آمد. حتی اگر دشمن به اهداف کلی خودش نمی رسید، این تصرف انجام می شد. خبرگزاری فارس 5 مرداد 93. سلاح‌هاشون رو ثابت کرده بودن، پشتیبانی‌های قضایی، کنسرو، امکانات، اینا همه چیز رو فراهم کرده بودن که تا تهران نیازی نداشته باشن. حتی اینها منتظر بودن که ورود پیدا کنن تو کرمانشاه، زندان‌ها آزاد بشن، در زندان‌ها رو باز کنن و کسانی که از منافقین وابسته به اینها هستن بیان به اینها ملحق بشن، به همین شکل سازماندهی کنن تا ادامه بدن بیان تهران. اینها چون عرض کردم میخواستن به سال اول مهر سال 67
عملیات رو انجام بدن، زود جلوتر با پذیرش قطعنامه که امام پذیرفت هول شدن، سریع اومدن که خودشون رو به تهران برسونن. در این عملیات مجاهدین حدود 30 تیپ رزمی جهت تهاجم خود به خاک ایران تشکیل داده بودند. هر تیپ 170 نفر نیروی رزمی، 20 زن و 150 مرد در اختیار داشت که به همراه نیروهای پشتیبانی به 280 نفر می رسید و دارای 2 گردان پیاده، 1 گردان تانک، 1 گردان ادوات و 1 گردان ارکان و پشتیبانی رزم بود. عملیات موسوم به فروغ جاویدان با همراهی ادوات مختلف از جمله 120 دستگاه تانک، 400 دستگاه نفربر، 90 قبض خمپاره انداز 80 میلیمتری، 30 قبض توپ 122 میلیمتری، 150 قبض خمپاره 400 میلیمتری، 1000 قبض تیربار کلاشینکوف، 30 قبض توپ 106 میلیمتری و 1000 دستگاه کامیون و ده ها اقلام دیگر پشتیبانی شد. خبرگزاری سپاه پاسداران و روزنامه جوان سپاه 5 مرداد 93. یک سری از نیروهای برخی یگانها که از منطقه گذر می کردند یا در منطقه مستقر بودند مقابل مجاهدین ایستادگی کرده بودند، اما سرعت و عجله مجاهدین و همینطور سماجت آنها باعث شده بود که خیلی از مدافعان در این مسیر نتوانند کار مؤثری برای توقف مجاهدین انجام دهند و تعدادی هم کشته شده بودند. مجاهدین برعکس عراقی ها که بعد از هر تک 2-3 ساعت تا تک بعدیشان طول می کشید، هر 10 دقیقه پشت سر هم تک می کردند و این خیلی از ما توان می گرفت. اینها پشت سر هم تک می کردند که توانستند در اثر این تک ها از خاکریز عبور کنند. بعضن هم انتحاری جلو می آمدند. سرتیپ پاسدار مهدی مهدوی نژاد که در زمان عملیات فروغ جانشین تیپ ضد قائم بوده و در حال حاضر سرکرده سپاه ضد علی بن ابی طالب استان قم است. خبرگزاری سپاه پاسداران 5 مرداد 93. یک ستون به طول 4 کیلومتر مسلح به توپ، تانک، نفربر، تفنگ 106، خودروهای سنگین حامل مهمات و سایر ادوات نظامی و لوجستیکی جاده دشت حسن آباد را پوشانده بودند. پاسدار بهمن ریحانی، سرکرده سپاه ضد حضرت نبی اکرم و سرکردگان ارشد نظامی رژیم. خبرگزاری حکومتی مهر 5 مرداد 93. مجاهدین با جمع‌آوری نیرو از کشورهای مختلف اروپایی، نیرویی به استعداد تقریبی 15,000 نفر با بهره‌گیری از جنگ افزارهای خود از تنگه پاتاق واقع در غرب کشور حمله خود را به جمهوری اسلامی ایران آغاز می کنند. روزنامه جمهوری اسلامی 5 مرداد 93. پس از فراهم آمدن مقدمات، ستون ارتش آزادی بخش متشکل از 25 تیپ رزمی رأس ساعت 6 صبح روز دوشنبه 3 مرداد سال 67 پس از اجرای مراسم صبحگاهی از قرارگاه خود در عمق خاک عراق به حرکت در آمده و پس از طی مسیر تعیین شده در ساعت 4 بعد از ظهر از مرز خسروی عبور کرده و طبق پیشبینی ستون 5 بعد از ظهر از قصر شیرین و 6 بعد از ظهر از سرپل ذهاب عبور کردند. نیروهای سازمان بدون درگیری و عبور از خط وارد شهرهای قصر شیرین و سرپل ذهاب شده و پس از عبور از کرند به سمت اسلام آباد پیشروی کردند و حدود ساعت 9:30 شب به اسلام آباد رسیدند و شهر را تصرف کردند. مجاهدین خلق در قالب تیپ‌های 200 نفره با تانک‌های برزیلی بسیار پیشرفته، با 80 آمبولانس و صدها خودروی سبک، 2 کامیون اسلحه، آزمایشگاه و بیمارستان‌های صحرایی و بسیار مجهز وارد ایران شده بودند. سایت شفاف نیوز رژیم 6 مرداد 93. تفاوت دیگر این بود که در این عملیات دشمن توانسته بود بالغ بر 200 کیلومتر به داخل کشور نفوذ کند، به طوری که جنگ به دروازه کرمانشاه کشیده شد. این عملیات تا 10 کیلومتری کرمانشاه
و دو استان ایلام و کردستان هم کشیده شد، یعنی بیش از 200 کیلومتر در عمق کشور نفوذ کردند. خبرگزاری فارس 5 مرداد 93. جان محمد که مسئولیت پشتیبانی جبهه‌های غرب را در سپاه بر عهده داشتند در کرمانشاه بودند. ایشان گفت دشمن به اسلام آباد رسیده، متعجب شدم، گفتم شما یک رو پیش به من گفتید دشمن به کرند رسیده، چطور 100 کیلومتر راه را در عرض این مدت کوتاه پیشروی کردند و به اسلام آباد رسیدند. خبرگزاری فارس 5 مرداد 93. مجاهدین در عملیات‌های نامنظم و نفر به نفر خوب می‌جنگیدند. در حالی که نیروهای ما از یال به کنار جاده رسیدند، به محض روشن شدن هوا، مجاهدین که در کنار سنگ‌ها و درختان مخفی شده بودند، شروع کردند به زدن بچه‌ها. خبرگزاری فارس 5 مرداد 93. پیام رهبری به عنوان امام جمعه تهران مبنی بر حضور ائمه جمعه در جبهه ها و حضور خود ایشان در صحنه نبرد باعث تحول و حرکت و انگیزه جدید و باعث جلوگیری از خطری بزرگ شد. خبرگزاری فارس 5 مرداد 93. پاسدار بهمن ریحانی سرکرده سپاه ضد حضرت نبی اکرم استان کرمانشاه و یکی از رزمندگان حاضر در عملیات مرساد در گفتگو با خبرنگار حکومتی مهر اظهار داشت عملیات مرساد در منطقه چهارزبر کرمانشاه یکی از پیچیده ترین رویارویی های نظامی ایران بعد از پیروزی انقلاب بود. این پیچیدگی دو عامل مهم داشت که اولین آنها رویارویی با گروهکی بود که نیروهای آنها ایرانی و فارسی زبان بودند. امکاناتی که آنها برای عملیات مرساد داشتند و البته پشتیبانی اطلاعاتی که از بیرون دریافت می‌کردند از پیچیدگی‌های نبرد مرساد بود. مجموعه این دو عامل، یعنی رویارویی با یک گروهک به ظاهر ایرانی و پشتیبانی همه جانبه تسلیحاتی و اطلاعاتی، باعث شده بود که یک عملیات روانی گسترده تا عملیات مرساد کلید بخورد. خبرگزاری حکومتی مهر 5 مرداد 93. دیدیم یک وانتی با سرعت دارد می رود. به خلبان کبرا گفتم از بغل با اون توپت، توپ 20 میلیمتری خوبی دارند، از 2-3 کیلومتری خوب می زند، یک رگباری بزن، ترتیبش رو بده. گفت اطاعت می شه. تا آمدم به جنبم دیدم هلیکوپتر رفته بالای سرش، مثل اینکه میخواهد اینها را بگیرد. من گفتم جلو نرو، زیرا اگر بروی جلو میزنندت. یک دفعه هلیکوپتر را زدند، دیدم هلیکوپتر رفت، خورد به زمین شخ زده، یک دود غلیظی مثل قارچ بلند شد، مثل اینکه دود از کله ما بلند شد، که ای کاش نگفته بودیم برو، اشتباه کردم، حالا چه کار کنیم؟ خلبان را نجات بدهم، ما را هم میزدند. آنجا پر مجاهد بود. به هر صورت خلبانها را راضی کردم که برویم یک آزمایش کنیم، ببینیم می توانیم خلبان را نجات بدهیم. دیدیم هلیکوپتر دومی گفت من توپم کار نمی کند، نمی توانم پشتیبانی کنم، برویم آنجا می زنند. گفتم هیچی، اینها که شهید شدند، برویم. خاطرات صیاد شیرازی و شوشتری، سایت فرجام نیوز، 5 مرداد 93. مردم همراه نظام بودن، با پیام امام جمع شدن، اومدن انسجام پیدا کردن، دوباره ورود پیدا کردن. دنیا متحیر شد. برداشت خودم هست، وقتی قطعنامه رو ما پذیرفتیم، علارغم پذیرش قطعنامه، رزمندگان اسلام به ویژه فرماندهان عالی رتبه جنگ ناراحت بودن، چون به هر حال میخواستن ادامه بدن دیگه، به یه نقطه برسونن. اما چون فرمان امام بود این حل شد براشون، اما ذائقهشون تلخ بود، ناراحت بودن. بعد از ریاست جمهوری حضرت آقا، ایشون رو در از امام از 5 استان من کرد، استانهای مرزی غرب کشور که درگیر بود اینا. ولی موقعی که این احساس خطر شد، ایشون تو نماز جمعه اعلام کردن به تمام ائمه جمعه ها که حرکت بکنن و مردم رو تشویق بکنن و ترغیب بکنن به طرف جبهه، که خب اصلا خود ایشون هم بلند شد اومدن تو، هم توی خوزستان و هم برای
حتی تو عملیات مرساد حضور پیدا کردن. اینکه جمهوری اسلامی نشون داد که صلح طلبه، یعنی حتی با اینکه ما قدرت به اصطلاح داشتیم و میتونستیم بزنیم از مرزم بریم باز دو مرتبه خیلی از شهرهای، چون ارتش عراق دیگه پاشیده شده بود، با اینکه اومده بود به ما حمله کرده بود، اما ما به اصطلاح اینو عقب زدیم به اصطلاح تا حد زیادی به اصطلاح آسیب سنگینی بهش وارد کرد، منافقین هم اینچنین شد، میتونستیم ادامه بدیم، اما چون حضرت امام قطعنامه رو پذیرفته بودن گفتن تا فقط لب مرز، ولذا اینم یه مطلب بود. این که از نظر دیپلماسی به خاطر این قدرت ایران، باید بگیم دیپلماسی ایران در جهان دیگه حرف برای گفتن وسیله داشت. و مطلب آخر هم این که دوستان و وفاداران به انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی امیدوار شدن، یه مقدار شاید در طول دو سه ماه آخر جنگ ناامید شده بودن. میخوام بگم که بعد از پذیرش قطعنامه که بعد از ماه عراقی گفتن، واقعا بچه‌ها خیلی ناراحت بودن که چرا حضرت امام قطعنامه رو نمیگفتن چرا پذیرفته، نه میگفتن همون جوری که حضرت امام فرمودن برین جنگ، همون جوری هم حالا که پذیرفتن سمعن و طاعت، ولی یه فقیه هرچی بگه همونه. اما این که فرموده بودم من جام زهر رو نوشیدم، از این خیلی ناراحت بودن، از این خیلی بچه ها سخت بود برش، لذا گریه میکردن واقعا بچه ها. و در نهایت تو اینجا که نشون دادن، بچه ها اومدن به امام در عمل گفتن ما هستیم، پشت سر شما هستیم، شما رو تنها نمیذاریم، ولایت و ولی امر مسلمین رو تنها نمیذاریم، و نشون دادن. البته این لطف خداوند بود، معجزه الهی بود. ما برای بود و نبود نظام میجنگیدیم، دفاع کردیم، این رو مردم درک کردن. برادران، امروز ایران و اسلام لازم و مرزوم یکدیگرند، به طوری که استعمار برای از بین بردن اسلام، ایران را هدف تهاجمات خود قرار داده است، چون می داند اسلام اصیل هیچگاه زیر بار استعمار نمی رود و به ظلم ستمگران زمان گردن نمی نهد، که همانا قبول ظلم به اندازه ظلم کردن گناه دارد. حالا اگر دشمن متجاوز به خاک شما تعرض کرده، این در واقع دست آمریکاست که این بار از آستین منافقین کوردل بیرون آمده است. این نشستی در منطقه تجاری لدفانس در حاشیه پاریس، میزبان تهمانده های گروهک تروریستی منافقین و دعوت شدگان هم برای سخنرانی، همنشینان دائمی این گروهک از آمریکا جان بولتون، فرانس تانسند و پاتریک کندی، از اتحادیه اروپا استیونسن و از فرانسه هم برنارد کوشنر. هدف این نشست براندازی و تغییر نظام با حمایت آمریکایی ها. این به طور خاص موجب خوشنودی من است که امروز تحت شعار تغییر حکومت ایران در میان شما باشم. مدت زیادی است که من معتقدم سیاست آمریکا نباید مذاکره با نظام ایران باشد، بلکه باید سرنگونی این حکومت را دنبال کند. فرمانده این عملیات علی صیاد شیرازی بود که در سال 1378 توسط سازمان مجاهدین خلق به طرز مظلومانه ای به شهادت رسید. مراسم گرامی داشته عملیات غرورآفرین مرساد امروز در کرمانشاه برگزار شد. اینجور تعریف کرده بودن که اگر وارد هر شهر، وارد هر جاده بشن، با استقبال زیادی از مردم مواجه میشن. یه دونه از این استیشن های منافقین زده بود به خط، همه ماشین هایی که سوخته بودند و اینها، این تونسته بود عبور بکنه، یعنی یه دونه استیشن با یک وانت که با هم دیگه عبور کردن. انهدام واقعی از اینها به عمل اومد، اما باز ما میبینیم که بعد از این اتفاقات هم که برایشون افتاده، برای مابقیشون باز میبینیم عنوان مزدور توی این برونور ازشون استفاده میشه. همین الان به عنوان نیروهای داعش یا تو سوریه بر علیه مردم. پاریس محل هماهنگی های جدید تروریست های سوریه با گروهک تروریستی منافقین. اسباب بازی کوک شده غربی ها در پاریس هم در این دیدار از حمایت گروه های تروریستی سوریه از منافقین قدردانی کرده. ساعت 2:10 کم بود من رفتم جایی که باید ملاقات صورت میگرفت، آقای هاشمی آمده بود. قبل از اینکه برم وارد اون سالون بشم و اون جلسه، یه دفعه تلفن توی سالون به من صدا زدن که فلانی تلفن فوری داری.
من مجددا رفتم دیدم که فرمانده سپاه کرند ماست. گفت فلانی وعده ما به قیامت، عراقی ها حمله کردند و الان اول شهر کرند درگیری، من اسلحه و مهمات رو گفتم از شهر ببرن. من هرچی بهش گفتم که چته تو، مگر حالت خوب نیست؟ این چیزا چیه میگی؟ ایشون دیگه تلفن قطع کرد و ما آمدیم درون جلسه ای که آقای هاشمی رفسنجانی نشسته بود و فرماندهان ارتش و اینها بودن. من به آقای هاشمی گفتم که ایشون سوال کرد که خب وضعیت جبهه ها چه خبر؟ من بهشون گفتم که من خبری دارم که این خبر اگه صحت داشته باشه اهمیتش از این جلسه بیشتره. گفت چیه؟ گفتم که لحظات قبل فرمانده ما زنگ زده و گفته عراقی‌ها حمله کردن به کرند. ایشون گفت نه اصلا صحت نداره، چون ما در جنوب اینا رو پس زدیم. به یک بار گفت، یه بار دیگه بگو تو چی گفتی؟ من یه بار دیگه اون چی که فرمانده ما گفته بود به ایشون گفتم. یه سکوتی تو جلسه شد. به من گفت بلند شد از این تلفن زنگ بزن به کرند ببین چه خبر. خط ویژه بود. من بلند شدم هر چی تلاش کردم نتونستم کرند رو بگیرم. تلویزیون شبکه 2 به تاریخ 5 مرداد ماه. سپاه اسلام که با استعداد 5 لشکر و 3 تیپ و در مجموع 22 گردان وارد عملیات شده بود، در مواجهه با نیروی شامل 20 تیپ از منافقین به استعداد 20 گردان منظم 150 نفری نبردی را سازمان داد. بیست و سوم تیر، دو فیلم فاخر برای صیاد شیرازی و حسن باقری ساخته می شود. سوم مرداد، سال روز آغاز عملیات مرساد. چهارم مرداد، پشت پرده حضور زنان در عملیات مرساد. عضو کمیسیون امنیت مجلس، منافقین با سوسن و به دنبال فتح تهران. چهارمین شماره از نشریه رمز عبور منتشر شد. پنجم مرداد، عملیات مرساد، فروغ جاویدان. مجله خبری، عملیات فروغ جاویدان. بزرگداشت مرساد. ویژه برنامه عملیات فروغ جاویدان. مراسم گرامی داشت عملیات مرساد. از مجاهدین تا منافقین. عملیات ظفرمند مرساد، تحلیل های غلط منافقین را برملا ساخت. عملیات مرساد، سوژه فراموش شده. کتاب عملیات مرساد و سرنوشت منافقین منتشر شد. مرساد، سند هوشیاری همیشگی ملت. کتاب خداوند اشرف از ظهور تا سقوط. از فروغ جاویدان تا مرساد. ششم مرداد، پایگاه تلارسانی گلزار شهدای تهران رونمایی شد. توهمی که برای سازمان مجاهدین تبدیل به مرگبارترین خاطره شد. روایتی از عملیات مرساد. همزمان با سالروز عملیات مرساد، مراسم رونمایی از سایت یا شهید. مصاحبه هاشمی نژاد. هفتم مرداد، پاسدار ویسی از روزهای آخر جنگ تحمیلی گفت. به بهانه پنجم مرداد، سال روز عملیات مرساد در کرمانشاه. روایت حیرت انگیز شهید صیاد شیرازی از عملیات مرساد. خودکشی منافقین با سیانور. هشتم مرداد، روایت صیاد شیرازی از عملیات مرساد. 26 سال پس از فروغ جاویدان، لرزه پایان ناپذیر سرنگونی در ارکان و مزدوران رژیم.
ربع قرن پس از گذشت دروغ جاویدان قسمت سوم. شهید شوشتری نقش برجسته‌ای در عملیات مرصاد داشت. از جولان صیاد شیرازی تا خاطره مادر سه شهید در عملیات مرصاد. تأملی دوباره در عملیات مرصاد، نتایج و پیامدها. درخششی دیگر، گفتار متن فیلم روایت فتح درباره مرصاد. مرصاد پایانی بر رویای منافقین. منافقین با سوسن و ثریا به دنبال فتح تهران. دستاورد بزرگ در عملیات مرصاد. ذهن مسموم و توهم اعضا. عملیات مرصاد عامل سرفکندگی کاخ سفید و رسوایی منافقین. اعتراف خنددار منافقین در سالروز عملیات فروغ جاویدان. تجاوزی که در آن منافقین متحمل تلفات سنگینی شدند. هاشمی نژاد. روزی که منافقین به صورت دست جمعی سیانور می‌خوردند. رجوی فاقد آینده بینی و دیدگاه بلند مدت است. از روایت شهید صیاد شیرازی از عملیات مرصاد. عملیات فروغ جاویدان، شکست بزرگ تاریخی رجوی، قسمت اول. از علمود تا اشرف و از حیدرخان تا مسعود میرزا. مسعود رجوی و تراژدی فروغ جاویدان. ربع قرن پس از گذشت دروغ جاویدان قسمت دوم. ربع قرن پس از گذشت دروغ جاویدان قسمت اول. به بهانه عملیات فروغ جاویدان. وعدگاه خدا برای اضمحلال منافقین. رجوی نه به دنبال پیروزی که به دنبال تثبیت رهبریش بود. ربع قرن پس از گذشت دروغ جاویدان. ربع قرن پس از گذشت دروغ جاویدان قسمت سوم. اشاره به فروغ در معرفی کتاب خداوند اشرف از ظهور تا سقوط. عملیات فروغ جاویدان مرصاد. از علموت تا اشرف، مطلب نوریزاده. مصاحبه با مزدور ایرج صالحی درباره فروغ. میزگرد مزدوران نجات در آذربایجان. سالگرد عملیات فروغ جاویدان. منافقین ضلع سوم ناامنی در عراق چندین بار به دیدار تروریست‌های تکفیری رفتند. برگزاری جشنواره تئاتر مرصاد در کرمانشاه. نقش نفوذی‌های منافقین در عملیات مرصاد. مصاحبه با مزدور اطلاعات علی مرادی. اشتباه در آمدن تحلیل‌های سازمان. مزدور زهرا میرباقری.